بعد از کشفیات ادوین هابل فهمیدیم که میلیاردها کهکشان توی جهان وجود داره که ما داریم توی یکیشون زندگی میکنیم. از طرفی هم متوجه شدیم که این جهان داره با یه سرعت خیلی زیادی منبسط میشه. ولی وقتی دقت بیشتری روی سرعت چرخش کهکشان ها و خوشه‌های کهکشانی و منبسط شدن جهان کردیم، متوجه شدیم که همه چیز به اون سادگی که ما فکر میکردیم نبوده. فقط 5% از کل جهان از این ماده معمولی که ما میشناسیم ساخته شده. 95%ش از دو تا چیز عجیب تشکیل شده، یعنی ماده تاریک و انرژی تاریک. تو این ویدیو درباره این صحبت میکنم که اصلا چی شد که به این فکر افتادیم که باید دو تا چیز به نام ماده تاریک و انرژی تاریک وجود داشته باشه، جنسشون از چی میتونه باشه، چند درصد جهان ماده تاریکه، چند درصدش انرژی تاریکه، اصلا چرا به اینا میگن تاریک. پس اگه به این موضوع علاقه داری ادامه ویدیو رو ببین. در ضمن اگه به این جور محتواها علاقه داری، دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم بزن و عضو کانالم شو. اول با ماده تاریک شروع میکنم. خب میدونیم که کهکشان ها از میلیارد ها ستاره تشکیل شدن که دور مرکز کهکشان دارن میچرخن. وقتی کهکشان راه شیری خودمون رو بیشتر و دقیقتر بررسی کردیم، متوجه شدیم که سرعت چرخش اون ستاره هایی که روی لبه های بیرونی کهکشان هستن خیلی بیشتر از اون چیزیه که گرانشی که از مرکز کهکشان بهشون وارد میشه بتونه اینا رو نگه داره. یعنی این ستاره باید پرچن بیرون از کهکشان چون سرعت خیلی بالایی دارن. دقیقا مثل وقتی که سوار چرخ و فلک میشی، یعنی وقتی که میچرخه اگر دستتو به جایی نگیری یا یعنی اینکه نشینی روی صندلی، به خاطر اون نیروی گریز از مرکز پرت میشی پایین. اما در مورد ستاره‌های کهکشان راه شیری این اتفاق نمیفته. انگار یه چیز نامرئی وجود داره که جاذبه خیلی زیادی داره و با این جاذبه زیادش جلوی فروپاشی کهکشان رو میگیره. غیر از این یه مشکل دیگه هم در مورد بقیه کهکشان ها بود که حل نشده بود. دانشمندا مقدار جرم کهکشان ها رو به دو روش محاسبه میکردن. یکی استفاده از نور اون کهکشان ها بود، یکم استفاده از تأثیرات گرانشی اون کهکشان ها بود. قاعدتا نتیجهی که از این دوتا روش به دست میمد باید یکسان میبود، یعنی توی هر دوتا روش باید یه جرم مشابهی برای یه کهکشان به دست میمد. اما اینجوری نبود، مقدار جرمی که از نور کهکشان به دست میمد خیلی کمتر از اون جرمی بود که از تأثیرات گرانشی کهکشان به دست میمد. یه اختلاف جرمی این وسط وجود داشت. پس اینجا هم دوباره باز دانشمندا به این نتیجه رسیدن که احتمالاً باید یه جرم گمشده‌ای داخل این کهکشان‌ها وجود داشته باشه که هیچ نوری از خودش منتشر نمی‌کنه. یه چیز کاملاً نامرئی. اما این چیز نامرئی دقیقاً چیه؟ ما هیچی ازش نمی‌بینیم. پس این جسم نامرئی هیچ تعاملی با امواج الکترومغناطیس نداره. یعنی هیچ نوری از خودش منتشر نمی‌کنه. با هیچ کدوم از ابزارهایی که داریم نمیتونیم درکش کنیم. دانشمندا اسم این ماده رو گذاشتن ماده تاریک یا دارک ماتر. ماده تاریک هیچ اثری روی ماده معمولی که من و شما و ستاره و کهکشان ازش ساخته شده نداره. فقط و فقط از طریق گرانش یا جاذبه میتونه روی ماده معمولی اثر بذاره. این فرضیه رو اولین بار سال 1932 یه فیزیکدان هلندی به نام یان اورت برای توضیح سرعت چرخش ستاره ها داخل کهکشان راه شیری ارائه کرد. اما چند درصد از دنیای ما از این ماده عجیب ساخته شده؟ طبق معادله معروف اینشتین بین جرم و انرژی رابطه E مساوی MC به توان 2 وجود داره. یعنی جرم و انرژی صورت‌های معادل همدیگه هستن، میتونن به همدیگه تبدیل بشن. پس کل چیزی که توی جهان وجود داره رو میتونیم به صورت جرم انرژی بیان کنیم. طبق مدل استانداردی که از ماهواره پلانک و یه سری داده‌های دیگه به دست اومده، مقدار کل جرم انرژی جهان به این صورته: 4.9% ماده معمولی، 26.8% ماده تاریک، 68.3% انرژی تاریک. تمام این ستاره‌ها و سیاره ها و کهکشان هایی که ما میبینیم همه با هم فقط 5% از کل جهانه. 95% از جهان از ماده تاریک و انرژی تاریک ساخته شده که هنوز هیچ کدومشون رو دقیق نمیشناسیم. ولی اگه فقط ماده رو در نظر بگیریم، یعنی انرژی رو بذاریم کنار، 85% از کل ماده جهان ماده تاریکه، 15%ش ماده معمولیه. یه مسئله عجیبم اینه که اینجوری نیست که هر جایی که ماده تاریک وجود داشته باشه ماده معمولی نیست
یا برعکس. یعنی ماده تاریک همین الان ممکنه جلوی چشم ما باشه، فقط نمیتونیم ببینیمش. ماده تاریک هم مثل ماده معمولی بعضی جاها متراکم تره که دلیلش هم اینه که جاذبه روش اثر داره. مدلی که برای ماده تاریک توی کهکشان ها در نظر میگیرن به این صورتی که مثلا یه کهکشان مثل کهکشان راه شیری با یه کره بزرگ از ماده تاریک احاطه شده. همین ماده تاریک با گرانش عظیمش جلوی فروپاشی کهکشان ها رو میگیره. منظور از فروپاشی هم که همونطور که گفتم اینه که اون ستاره هایی که روی لبه های بیرونی کهکشان دارن میچرخن به خاطر اون سرعت بالاشون جاذبه کهکشان دیگه نمیتونه نگهشون داره و پرت میشن بیرون و پراکنده میشن. ماده تاریک تا الان بهترین فرضیه‌ای بوده که برای توضیح رفتار کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی ارائه شده. ولی این ماده عجیب از چی ساخته شده؟ خب باید بگم که هنوز نمیدونیم. یعنی ماهیت ماده تاریک هنوز یه معماست. برای همین خودش هم اصلا هنوز ثابت نشده، فقط در حد فرضیه است. اما چند تا حدس و گمان وجود داره برای اینکه جنسش از چیه. از بین اینا ذرات سنگین با برهم کنش ضعیف یا WIMP بیشترین احتمال رو داره که درست باشه. الان یکی از اصلی ترین چیزایی که فیزیکدانا دارن برای فهمیدنش تلاش میکنن همینه که ماده تاریک از چی ساخته شده. چون هیچ راهی برای آشکارسازیش نداریم، فهمیدن این قضیه خیلی خیلی سخته. اما دانشمندا تقریبا همگی نظرشون اینه که باید از یه جور ذراتی شبیه ذرات زیر اتمی ساخته شده باشه. ذرات زیر اتمی به پروتون‌ها و نوترون‌ها و چیزهای دیگه میگن که اتم‌ها از اینا ساخته میشن. به نظر دانشمندا ماده تاریک هم از یه نوع از این ذرات ساخته شده که خاصیت‌های متفاوتی دارن اما هنوز نمیدونیم چیان. فهمیدن جنس ماده تاریک انقدر سخت و طولانی بوده که بعضی از دانشمندا کلاً عطاشو به لقاش بخشیدن و یه نظریه‌های دیگه‌ای دادن. یعنی به این نتیجه رسیدن که اصلاً شاید ماده تاریکی وجود نداره، شاید فرضیات ما از اول اشتباه بوده. این دانشمندا میگن نظریه گرانش اشتباهه. نیروی گرانشی که توی فضای کهکشانی وجود داره خیلی قوی تر از اون چیزیه که روابط نیوتن پیش بینی میکنن. همین گرانش قویه که داره جلوی پراکنده شدن ستاره ها از کهکشان ها رو میگیره. اما برای اون مسئله اختلاف جرمی که برای کهکشان ها گفتم ایده قانع کننده ای ندارن. برای همین این نظریه گرانش اصلاح شده هم کامل نیست. خب پس ماده تاریک رو فهمیدیم چیه، حالا بریم سراغ چیزی که حتی از ماده تاریک هم عجیب تره، یعنی انرژی تاریک. نظریه بیگ بنگ رو که دیگه احتمالاً همه شنیدن. بیگ بنگ یا مهبانگ یا انفجار بزرگ الان معتبرترین نظریه‌ای هست که برای پیدایش جهان وجود داره. خلاصش اینه که جهان ما حدود 13.8 میلیارد سال پیش از یه نقطه بی نهایت کوچک و متراکم، حتی کوچکتر از اتم، به وجود اومده. این نقطه با یه انفجار وحشتناک بزرگ میشه و کم کم ذرات زیر اتمی به وجود میان. بعد اینا با هم ترکیب میشن، اتمای هیدروژن و هلیوم به وجود میان. هیدروژن و هلیوم هم که به صورت گازهای پراکنده بودن بر اثر جاذبه دور هم جمع میشن و ستاره های اولیه به وجود میاد. کهکشان ها هم که از جمع شدن تعداد خیلی زیادی از این ستاره ها دور هم دیگه تشکیل میشن. حالا دقت کردید وقتی که کنار خیابون وایسادید ماشینی که به شما نزدیک میشه صدای بوغش زیرتره، ولی وقتی که داره از شما دور میشه صدای بوغش بمتر میشه؟ اینو ببینید. تو فیزیک به این اتفاق میگن اثر دوپلر. دلیلش اینه که وقتی ماشین به ما نزدیکتر میشه امواج صوتیش فرکانسشون بیشتر میشه، در نتیجه صدا زیرتر میشه. ولی وقتی که ماشین از ما دور میشه فرکانس امواج صوتی کوتاه‌تر میشه، کمتر میشه، در نتیجه صدا بمتر میشه. مشابه همین اتفاق برای نورم میفته. وقتی که یه جسمی از ما دور میشه فرکانس اون نوری که از جسم به ما میرسه بلندتر میشه، یعنی میره به سمت نور قرمز. به این اتفاق میگن ردشیفت یا انتقال به سرخ. ستاره شناسا از روی همین اتفاق متوجه شدن که کهکشانا دارن از ما دور میشن، اونم با سرعت زیاد. پس به صورت خلاصه فهمیدیم که جهان ما در حال منبسط شدنه، مثل یه بادکنک در
حال باد شدن. چیزی که ما انتظارشو داشتیم این بود که این منبسط شدن جهان باید سرعتش به مرور زمان کمتر و کمتر بشه، چون جاذبه‌ای که بین مواد سازنده جهان هست باید جلوی منبسط شدنشو بگیره تا جایی که یه زمانی برسه که کلن منبسط شدنش متوقف بشه، بعد دوباره شروع کنه به جمع شدن. اما با اندازه‌گیری‌های دقیقی که انجام شد فهمیدیم که انتظارمون خیلی بیجا بوده. سرعت منبسط شدن جهان کم که نمیشه هیچی، تازه داره خیلی هم بیشتر میشه. یعنی با یه شتاب مشخصی سرعت منبسط شدن جهان دائما داره زیاد میشه. دانشمندا هیچ دلیلی برای این اتفاق عجیب پیدا نکردن جز اینکه یه انرژی مرموزی تو کل جهان وجود داره که عامل این بالا رفتن سرعت انبساطه. اسمشو گذاشتن انرژی تاریک یا دارک انرژی. فرضیه‌های دیگه هم هست برای این قضیه، ولی انرژی تاریک تا الان معتبرترین فرضیه است. در واقع انرژی تاریک داره با جاذبه بین کهکشان‌ها و بقیه چیزهای جهان مقابله میکنه و نمیذاره جهان منقبض بشه. دانشمندا از روی شواهدی که به دست آوردن تخمین زدن که 68% جهان از انرژی تاریک تشکیل شده. این انرژی غلظت خیلی کمی داره، اما به صورت یک نواخت تو کل جهان پراکنده است. انرژی تاریک هم مثل ماده تاریک ماهیتش معلوم نیست، یعنی نمیدونیم از چی ساخته شده، جنسش از چیه. پس به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، ماده تاریک و انرژی تاریک هر دوشون برای توضیح چیزایی که هیچ دلیلی براشون نداریم معرفی شدن. ماده تاریک برای توضیح اختلاف جرم کهکشان‌ها و سرعت چرخش ستاره‌ها توی کهکشان‌ها معرفی شد. انرژی تاریک هم برای توضیح بیشتر شدن سرعت انبساط جهان. اما با وجود تمام تلاشایی که انجام شده هر دوشون هنوز معماهای بزرگی هن که هیچ کس جوابشو نمیدونه. هنوز نمیتونیم بگیم ماده تاریک یا انرژی تاریک 100% وجود دارن، چون هنوز اثبات نشدن. ولی چیزی که برای خود من باورش خیلی سخته همینه که 95% جهان از چیزایی ساخته شده که هیچی ازش نمیدونیم. از کجا معلوم؟ شاید همین ماده تاریکی که چند برابر ماده معمولیه خودش کهکشان‌ها و ستاره‌های مخصوص خودش رو داره. شاید یه دنیای دیگه تو دل همین دنیایی که ما می‌بینیم وجود داشته باشه که جنس مادهش با دنیای ما فرق می‌کنه. فقط چون هیچ نوری ازش به ما نمی‌رسه، ما نمی‌تونیم ببینیمش. به قول دانشمند انگلیسی جی بی اس هالدین، جهان نه تنها عجیب‌تر از چیزی است که فکر می‌کنیم، بلکه حتی عجیب‌تر از چیزی است که بتوانیم فکرش را بکنیم. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه. از تک تکتون بابت نظرات خوبتون ممنونم. نظر شما خیلی برام مهمه. مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.